همچنان از ایران در روزهای گذشته دست کم دو گزارش از سهل‌انگاری در نگهداری آثار تاریخی منتشر شده. روزنامه اعتماد نوشته در موزه باستانشناسی رشت از یک خمره باستانی مربوط به دوران مادها به عنوان سطل زباله استفاده شده، گرچه مسئولان موزه گفتن این سطل مربوط به دوره مادها نبود. همچنین گزارش شده در این موزه جمجمه‌های مربوط به هزاره اول بدون حفاظ رها شدن. همزمان فیلمی از رانندگی یک گردشگر خارجی با کمپری بزرگ در محوطه خودرو ممنوع مسجد جامعه یزد منتشر شده. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر از ترکیه با ما همراه میشه. خانم دهکردی، این رفتاریه که سابقه هم داشته از آثاری که از هنرهای معاصر بوده یا باستانی بوده در انبار موزه ها خاک می‌خورده، شیوه نگهداریشون صحیح نبوده، ولی اینم که دیگه از خمره باستانی به عنوان سطل آشغال استفاده بکنن واقعا دیگه عجیبه. درود بر شما. این میزان بی توجهی حکومت جمهوری اسلامی به آثار ملی، فرهنگی و باستانی حیرت انگیزه. بارها و بارها تکرار شده و بارها و بارها هم در پاسخ به جای مسئولیت پذیری و پذیرفتن این نقص مدیریتی هر بار توجیهاتی آورده شده که خنده داره. من به خاطر دارم که سالها قبل یک تهستون سنگی در تخت جمشید در کنار نمازخانه یا اون منطقه گذاشته شده بود برای اینکه افراد وقتی میخوان کفششون رو بپوشن پاشون رو روی اون میذاشتن و به عنوان یعنی به جای پاشنکش از اون وسیله استفاده میکردن برای اینکه راحت کفششون رو به پا کنن. الان هم همونطوری که در گزارش آقای رادی هست اتفاقات حیرت انگیزی در موزه رشت افتاده. از همین که استفاده از یک موزه، یک خمره باستانی مربوط به دوره مادها که حالا البته تکذیب کردن، اما من فکر نمیکنم آقای رادی بر اساس حدس و گمان گفته باشن که این موزه متعلق به این خمره متعلق به دوره مادهاست، به دلیل اینکه ما هر چقدر متخصص باشیم بر اساس مشاهده نمیتونیم دوره تاریخی یک در واقع جسم رو تشخیص بدیم و احتمالا اونجا اتیکتی، برچسبی، چیزی وجود داشته که ایشون بر اساس اون گفتن که این خمره متعلق به دوره مادهاست. گفتن معاصره، باشه معاصره، آیا این شیوه نگه داشته یک وسیله در یک موزه صحیحه؟ اصلا این پرسش مطرح میشه. یا در مورد جمجمه هایی که مربوط به دوران تقریبا 3000 سال قبل گفتن که نگران نباشید ما سر میرسیم اگر اتفاقی برای اون افتاد، در حالی که بدون حفاظ، بدون محفظه در معرض دید قرار گرفته و بعد هم توجیه کردن که اگر هم اتفاقی افتاد نگران نباشید ما در انبار چندین عدد دیگه داریم و اگه مشکلی پیش اومد جایگزین میکنیم. این فقط در مورد موزه هایی که در شهرهای در واقع خارج از تهران یا در شهرهای مختلف ایران هست نیست. ما میبینیم که در مورد آثاری که ثبت میراث جهانی شدن مثل میدان نقش جهان چه سهل‌انگاری هایی صورت گرفته. سالها قبل من به خاطر دارم یک برج بلندی ساخته شد اونجا به جای یک کاروانسرای تاریخی که بعد یونسکو تهدید کرد اگر این برج ارتفاعش در واقع دیل نشه کل نقش جهان از میراث جهانی خارج میشه نامش. و اتفاقاتی از این دست بسیار تکرار شده و نشون دهنده اون هست که اساساً جایگاهی نداره محافظت از آثار تاریخی در برنامه‌های جمهوری اسلامی. مریم دهکردی روزنامه‌نگار و عضو تحریری ایران وایر، ممنونم از شما.